سیستان و بلوچستان سرزمین درختان شگفتانگیز درختانی که جستجوگران طبیعت را از هر جای ایران به اینجا می کشاند اینجا درختانی می بینید که تو هیچ جایی از ایران نیست واقعا درختان مداد در صفحات این کویر از شگفتی های طبیعت می نویسند درخت مداد به شکل کاکتوس اما بدون خار است که ارتفاع آن معمولا بین سه تا پنج متر میرسه از این درخت برای دفع آفات و حشرات همچنین حساری برای جلوگیری از ورود حیوانات به مزارع کشاورزی استفاده شده است میوه های درخت کلیر به داروی انرژی بیابان مشهور است البته بدون عوارض جانبی در طبیعت شهرستان فنوج به درختانی برمیخوریم که میوه نمیدهند اما گل های وسوسه انگیزی دارند درخت انار شیطان حواس دارویی که این درخت دارد از پوست این درخت می تواند برای مریضی های دیابتی سپلیس به کار می رود جم درخت دیگری است که هیچ جای ایران یافت نمی شود و تنها در جنوب سیستان و بلوچستان می تواندید این میوه در درمان و کنترل دیابت افزایش کارایی دستگاه گوارش و کبد و همچنین در تصفیه خون موثر است از نظر آفت و مریضی این هیچگونه گونه و مریضی تا زمانی که من یاد میدم نگرفته هیچ موقع برخی از این درختان را مردم اهلی کردند مثلا درخت سیبستان معده در داشتم الان استفاده می‌کنم الان معده بسیار عالی و خوب شده گران قیمت ترین میوه هندوستان هست درخت کمیابی هست به نام سیتامپول که میوه شبیه آناناس هست که در هیچ نکته ای از کشور روش نداره فقط این منطقه سرباز در سیستان و بلوچستان مشهور است هر خانه ای که یک درخت بنه داشته باشد در دو فقر به سراغش نمی آید یک درخت یک گیسی را بسه بعض مردم استفاده کن ششان تاکا ششان برا ششان شیرگ بلاخره شیرگشم دوایی این بنه یا پسته وحشیه خاصیت مهم اون آنتی بیوتیک بودن اون هستش که انتبیوتیکه. فوق فوقلاد قوی هستش برای درمان عفونت ها استفاده میشه در شگفتی این درختان همین بس که در بیابان با میانگین ده برابر حد جهانی سرزنده اند سی درصد سیستان و بلوچستان بیابان است و این درختان شگفت بهترین گزینه برای بیابان زدایی است تا کنون